هدهد برای شما سخن میگوید هدهد مجله گویا برای تمامی سنین سلامی چوبوی خوش آشنایی به شما همراهان عزیز کانال هدهد با داستان کوتاه دیگری در خدمتتان هستیم داستان فرصت ها را ببینیم گردآوری سعید گل محمدی اندیشی و عادت به نگاه کردن به فرصتها به جای محدودیتها باعث می شود انسان ابتکار عمل را به دست گیرد و از موزه اقتدار و انفعال با شرایط مواجه گردد. میگویند در صفی از جویندگان کار 15 نفر جوان ایستاده بودند. آخرین نفر از صف یادداشتی برای رئیس شرکت که مشغول انجام مصاحبه بود ارسال کرد و در آن نوشت تا مرا ملاقات نکرده اید کسی را استخدام نکنید این جوان به کمک فکر خلاق و اعتماد به نفسی که داشت ثابت کرد بخت و اقبال تعیین کننده نیست بلکه اگر انسان ذهنی باز داشته باشد همیشه راه حلها و انتخابهای متنوع برای رسیدن به خواسته ها وجود دارد. با نقل داستان دیگری موضوع فرصت را بیشتر توضیح می دهم. سالها پیش تراشه های چوب و خاکره جز زایعات تلقی می شد و دفع آن از دردسرهای کارگاه های نجاری بود تا اینکه کسی پیدا شد و آنها را با چسب و دستگاه های فشار دوباره به هم چسباند. امروزه می دانیم که نئوپان چه کاربرد وسیعی در نجاری دارد. شخصی با کارگاه های نجاری قرارداد بست که ضایعات آنها را به رایگان خارج سازد و با ساختن نئوپان طی دو سال میلیون ها دلار ثروت به دست آورد. در حالی که مواد اولیه را مجانی به دست می آبرد. با وجود این منفی اندیشان با کوته فکری های خود بهترین فرصتها را از دست می دهند. اما افراد خلاق و بزرگندیش حتی در شرایط سخت ناممکن را ممکن می کنند. و بهترین بهرهوری را از شرایطی که در آن به سر میبرند به دست میآورند و در واقع به یک نظر خاک را کیمیای فرصت ها می سازند. همنشینی با این افراد است که فکر را می و باعث می شود ما نیز همانند یک کیمیاگر به دنیایی که در آن زندگی می کنیم نظر بیافکنیم. دنیایی مملو از امکانات و فرصت ها. ممنون از شما عزیزان که در کانال هدهد با ما همراه بودید. تا داستان دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم